سلام، خوش آمدید به این صفحه دوی ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. من فرناز قاضی‌زاده هستم از اینجا در واشنگتن، جایی که چند روز پرهیاهو رو پشت سر گذاشته، اما به نظر میرسه که تازه این شروع یک کارزار طولانی تره. اگر بیننده ای هستید که این برنامه ویژه رو در روزهای جمعه گذشته دنبال کردید، میدونید که این برنامه مرور هفتگی تحولات این انتخابات بود. اما هفته‌ای که گذشت بیشک یک هفته تاریخی بود. همکاران من سام فرزانه همراه من هستند از مقابل کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ اونجاست. بهمن کلباسی همراه ماست از ویلمینگتون، جایی که مقر جو بایدن هست. همینطور هادی نیلی هم با ماست که البته هنوز وصل نشده، و اینجا در استودیو خشایار جنیدی پیش من نشسته. از تو بذار بپرسم خشایار، چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ اگه خیلی سریع تحولات این هفته رو بتونی در دو سه دقیقه خلاصه کنی، خیلی قهرمان بزرگی هستی. دو سه دقیقه اصلا نمیشه. خیلی هفته پرماجرای پشت سر گذاشتیم. البته همه میدونستیم که به نحوی این انتخابات پیچیده‌تر از سالهای قبل هست. دلیل اصلیش چی بود؟ بحران کرونا. به همین خاطر خیلی تلاش کردن ایالت‌های مختلف که یه کاری کنن که مردم کمتر تو صف حضور داشته باشن. حوزه‌های رأی‌گیری، رأی‌گیری پستی و غیر حضوری رو گسترش دادن. بیشتر از 100 میلیون نفر در سراسر آمریکا به صورت پستی یا غیر حضوری زود هنگام رأی دادند، و این در حالی است که از هفته‌ها قبل دونالد ترامپ تأکید می‌کرد که مخالف این قضیه است و رأی‌گیری پستی رو عامل تقلب عنوان می‌کرد و می‌گفت که انتخابات رو اینگونه می‌خوان بدزدن. و نتیجه هم که دیدیم، بعد از انتخابات رقم بی سابقه رأی دهندگان رو داشتیم. در 120 سال گذشته بی‌نظیر بوده این تعداد افراد. 100 نفرشون زود هنگام رأی داده بودن. 100 میلیون. بله، 100 میلیون. و این رقم بالا از یک طرف باعث شد که شمارش آرا یک مقدار با کندی انجام بشه، به خاطر که بعضی از ایالت‌های مهم مثل پنسیلوانیا قانونشون ایجاب می‌کرد که شمارش آرای پستی رو از روز بعد از انتخابات آغاز کنن، و آقای ترامپ مخالف این بود. حتی روز انتخابات، روز قبل از انتخابات میگفت که شب انتخابات نتیجه باید مشخص بشه. ولی از اون طرف به دو دلیل این قضیه یه مقدار پیچیده تر شد. طرفداران آقای ترامپ و طرفداران حزب جمهوری‌خواه عمدهشون سعی کردن که در روز انتخابات به پای صندوق‌های رأی برن. دموکرات‌ها از طرف دیگر به سراغ رأی پستی و رأی غیر حضوری رفتن. خب این آرایی که جمع شده بود که بعد از انتخابات می‌خواست شمارش بشه، بخش عمده‌اش مربوط به آقای بایدن بود، در حالی که در بعضی از ایالت‌هایی که جمهوری‌خواهان بیشتر بودند، آرای روز انتخابات به نفع آقای ترامپ بود. برای همین دیدی وقتی صندوق‌ها باز شدن، شروع کردن شمارش آرا، یک بعضی از ایالت‌هایی مثل پنسیلوانیا که امروز روز پنسیلوانیاست به خاطر که شد این ایالت، در ابتدا آقای ترامپ با اختلاف قابل توجهی از آقای بایدن جلوتر بود. در 6 ایالت کلیدی این اتفاق افتاد. بله. و یک نکته دیگر مهم در این انتخابات این بود که، حالا دو نکته رو من میگم، بقیه موارد جالب رو میذارم برای دوستان. یک نکته مهمش این بود که در این انتخابات آقای بایدن موفق شد که تا به اینجا ایالت‌هایی که خانم کلینتون در انتخابات 2016 برنده شده بود رو به نحوی حفظ کنه. الان دموکرات‌ها دارن ایالت‌هایی که آقای ترامپ در سال 2016 شده بود و به خصوص سند می‌زنن، ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، حالا جلو افتادن، هنوز اعلام نکردن، ولی اگر برنده بشن پنسیلوانیا و این سه تا ایالت، ایالت‌هایی بودن که خیلی پافشاری داشت آقای بایدن و دموکرات‌ها که در این انتخابات به دست بیارن. جالب جورجیا است، ایالتی که جمهوری‌خواهه، و الان می‌بینیم که آقای بایدن جلو افتاده، هرچند که اختلافشون خیلی کم هست. یک نکته دیگر، رکورد بی سابقه آرای دو نامزد، یعنی تا به حال بالاترین رکورد 69 میلیون و 400 هزار تا بود اگه اشتباه نکنم، برای آقای اوباما در سال 2008 که اونم انتخابات بسیار پرشوری بود. الان هم آقای بایدن هم آقای ترامپ اون رکورد رو شکستن. و آقای بایدن، یک آقای ترامپ یک رقابتی همیشه داشته با آقای اوباما که همیشه میخواد دستاوردهای خودش رو بزرگتر از آقای اوباما انجام بده. الان اینجا میتونه خیلی قشنگ بگه که رأی من بیشتر از اوباما بود. اشاره خیلی جالبی کردی، چون الان ما میدونیم که در
مجموعه آرا آقای بایدن جلو هست، اما اینجا همونطور که بارها صحبت شده در این کشور رأی الکترال هست که نتیجه رو تعیین می‌کنه و تمام این اتفاقاتی که این روزا شاهد هستیم برای اونه. بذارید بریم سراغ سام فرزانه از مقابل کاخ سفید با ما. سام، یه مقدار اول از حال و هوای اونجا به ما بگو و همینطور راجع به کمپین آقای ترامپ که می‌بینیم که گفت که ما نپذیرفتیم شکست رو. همینطوره فرناز، اینجا اول پرسید در مورد حال هوای اینجا. احتمالاً توی تصویر شاید پشت سر من بتونید پلیس‌های دوچرخه سوار رو ببینید، به دلیل اینکه این خیابون 16 رو که در واقع خیابونیه که جلوی ضلع شمالی کاخ سفید است رو بستن و اینجا رو تبدیل کردن به یک گذرگاهی که برای عابران پیاده هست. ماشین اینجا نمیتونه بیاد، بنابراین اتومبیل‌های پلیس اینجا دیده نمیشن، اما پلیس با دوچرخه این اطراف میچرخه و آماده هستن که اگر کسی بخواد شلوغ بکنه، اگر طرفداران دو طرف بخوان با هم دیگه درگیر بشن، اونها رو آروم بکنه. اما شعار کم ندادن، طرفداران آقای بایدن اینجا بودن و شعار میدادن و هر از گاهی یک غریب شادی ازشون هم میاد وقتی که مثلا اعلام میشه توی شبکه خبری یا وبسایتی که مثلا چند درصد رفته بالا یا اومده پایین. و این واقعیت انتخابات امسال، انتخاباتیه که یک دونه آرا مهم شده. الان مثلا در ایالتی مثل جورجیا که بالای 5 میلیون رأی دادن، اینا مثلا الان دارن نگاه میکنن که 5000 نفر، 5100 نفر چقدر بوده، بیشتر بودن و کم بودن. و این برتری شکننده به خاطر یک کارزار پرحرارتی بود که در آمریکا اتفاق افتاد در زیر این سایه کرونا ویروسی که همه رو از زندگی معمول خودشون دور کرد و آقای ترامپ تونست به صورت سنتی، کمابیش به صورت سنتی کارزار خودش رو پیش ببره. آقای بایدن مدل جدیدی رو انتخاب کرد که بیشتر از راه دور بود این کارزار و حالا به نظر میرسه که آقای بایدن و روشی که او انتخاب کرد روش بهتری بود. حالا آقای ترامپ، برگردم به سوال دوم شما، داره سعی میکنه که به هر ترتیبی که ممکنه آرای به دست اومده رو زیر سوال ببره در جاهایی که احساس میکنه داره جلو میره، مثل مثلا آریزونا. داره سعی میکنه که جلوی اتفاقهایی رو بگیره که شاید باعث بشه این آرا کامل شمرده نشه، اونطور که خودشون میگن میخواد آرای بیشتری شمرده بشه و جلوی مثلا بی‌قانونی‌هایی گرفته بشه که احتمالاً نمیگذارن ناظران اونجا باشن. در ایالت‌های مثل پنسیلوانیا داره اعتراض میکنه به دیر رسیدن آرا و داره از اون طریق سعی میکنه که جلوی قانون رو بگیره. آقای ترامپ خودش یک توییتی رو، یک رشته توییت رو منتشر کرد اخیراً که در واقع به زبان یکی از وکلای خیلی شناخته شده آمریکایی بود که میگفتن نمیتونسته ایالت پنسیلوانیا اصلا چنین قانونی داشته باشه که تا 3 روز بعد از انتخابات آرای پستی برسه. به هر حال این روش رو هم دارن در پنسیلوانیا میرن و در ایالت‌های دیگه هر کدوم به نحوی دارن سعی میکنن که به چالش بکشن آرای آقای بایدن رو تا بتونن پایین‌تر از 270 نگهش دارن. بهمن کعباسی از مقابل مقر آقای بایدن با ما هستی. واکنش اون کمپین به تلاش‌های کمپین آقای ترامپ چطور بوده؟ به خصوص که از تلاش‌های امروز بگیم که تلاش‌های زیادی بود برای اینکه راهکارهای حقوقی پیدا بکنن کمپین آقای ترامپ. مستقیم آقای بایدن پاسخ نداده. به نظرم میاد استراتژیشون مشخصه که نمیخوان خیلی وارد بگو مگوی مستقیم بکنن خودشون رو، مخصوصا آقای بایدن و خانم هریس با آقای ترامپ. ولی اعضای کمپین، اعضای کارزار آقای به اصطلاح آقای بایدن و کسانی که یکی سخنگوست یکی رئیس کارزار، اونها پاسخ دادن. از جمله سخنگو یه بیانیه کمابیش تندی در چند خط منتشر کرده که نوشته که ما همینطور که قبلا هم گفتیم مردم آمریکا هستن که تصمیم میگیرن چه کسی برنده انتخابات و دولت و نهادهای قدرت در آمریکا ابزار کافی برای خارج کردن کسی که به قانون احترام نذاره از کاخ سفید رو دارند.
این به اون معناست که ما منتظر تبریک آقای ترامپ آقای بایدن نخواهیم بود. برامون مهم نیست که او نتایج انتخابات رو در کلام نپذیره. تنها چیزی که برای ما مهمه این است که ظهر 20 ژانویه آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه، و اگر احتمال بسیار کمی است، واقعا تصورش غیر قابل تصور است واقعا، ولی به هر حال اگر که در شرایطی قرار بگیریم که آقای بایدن واقعا پیروز بشه و آقای ترامپ نپذیره و بعد هم تبریک نگه، اینا همه مسئله نیست، ولی در روز 20 ژانویه از کاخ سفید خارج نشه، این سخنگو پاسخش این بود که ابزار کافی دولت داره که از اونجا خارجش کنه، و این در واقع پاسخی که نشون میده نگران این به اصطلاح خطر عدم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیستن و نهادهایی که مسئول حفاظت از رئیس جمهور هستن، مسئول حفاظت از رئیس جمهور منتخب هستن، از جمله گارد حفاظت از ریاست جمهوری هم، اونها یه سری آدمای یه سری ساختار کاملا حرفه‌ای دارن، با آدمایی که حرفه‌ای درش کار میکنن و وظایفشون رو انجام میدن. مثلا همین امروز خبر آمد که حریم هوایی بر فراز خانه آقای بایدن رو محدود کردن که پروازهای درش انجام نشه، که اینها معمولا گام‌هایی است که برمی‌دارن برای اینکه امنیت یک رئیس جمهور منتخب رو تأمین بکنن، و به همین جهت این گارد هست که از آقای ترامپ هم حفاظت میکنه، و به وقتش برسه طبیعتاً به او خواهند گفت که بفرمایید مستجر دیگری داره میاد. یه بخشی از این دعوا دعوای رسانه‌ای هست، اصلا کل این شمارش آرا در واقع در رسانه در جریان هست، و اتفاقی که افتاده ظرف یکی دو روز گذشته، وقتی که شما اینجا هستید و شبکه‌های مختلف رو می‌بینید کاملا، و اگه این کاره باشید و کارتون رسانه باشه، کاملا این دعوا رو متوجه میشید. مثلا یکی دو ساعت پیش خبر سی ان ان گزارش کرد که فاکس به خبرنگاراش گفته حق ندارید از لفظ رئیس جمهور منتخب برای آقای بایدن استفاده کنید. هادی نیلی هم الان با ماست. هادی، یه مقدار راجع به همین مسئله صحبت بکنید، راجع به این نگاه‌های مختلفی که رسانه‌های مختلف به این داستان داشتن، و اینکه چطور این نقش بازی می‌کنه در شکل دادن افکار عمومی در این کشور. همینطوره. خب فاکس نیوز معروف هست به اینکه رسانه‌ای هست که بیش از بقیه رسانه‌ها مورد توجه هواداران آقای ترامپ بوده. به طور کلی بخش محافظه‌کار جامعه آمریکا در این سال‌ها خیلی بیشتر به مخاطب فاکس نیوز بوده، فاکس نیوز رسانه‌اش بوده. از اون طرف بخش لیبرال‌تر که کمتر توی رای دهندگان با آقای ترامپ بودند، به رسانه‌های متعددی مثل CNN یا NBC یا شبکه‌های دیگه دسترسی دارند. به این خاطر نگاه جامعه میشه گفت بخشی از قطبی شدن این نگاه سیاسی در جامعه آمریکا شاید از همین قطبی بودن رسانه‌هایی باشه که تجاری هم هستن، یعنی فاکس نیوز، CNN، اینها در نهایت با حق اشتراک دارن زندگی میکنن، با حق اشتراک دارن کار میکنن. خیلی از روزنامه‌نگاران و ستاره هاشون، به اصطلاح ستاره روزنامه‌نگار که یک اصطلاحیه که تو این رسانه‌ها خیلی زیاده، اینها با حقوقای خیلی بالایی هم استخدام میشن، مثل شبیه بازیگر تلویزیونی یا سینمایی. به همین خاطر یک فضای تجاریه، و خود این رسانه‌ها هم عملاً به این سمت میرن که هرچی بیشتر اونچه که مخاطبشون انتظار داره یا میل داره بشنوه رو بیشتر بهش بدن، نه که توی فاکس نیوز شما نتونید انتقاد از دونالد ترامپ بشنوید که خیلی میشنوید، بعضی روزنامه‌نگارانش خیلی هم منتقد و مستقل هستن، و نه که در CNN شما انتقاد از دموکرات‌ها نشنوید، در اون هم میشنوید، بارها در مورد عملکرد گذشته و فعلی رهبران دموکرات حرف میزنن، بعضی وقتا رهبران دموکرات حتی شاکی میشن از نحوه پوشش خبری CNN. ولی به طور کلی فضا قطبیه، و امروز هم در واقع توی این اوج بهبوهه اینکه همه منتظرن نتیجه رو ببینن، این جدیتر هم میشه. هرچند مثلا فاکس نیوز سالهاست که مجموعه‌ای که باش قرار داد، مجموعه‌ای که داره برای اینکه در واقع تصمیم بگیره یا تشخیص بده که در کدام ایالت بازی تمام شده است و یکی از دو نامزد پیروزه، مجموعه که سالها فعالیت میکنه و مستقل از تحریریش هم هست، یعنی عملا اونه که میگه و تحریریه بعد اون رو در پیش میگیره. به همین خاطر هم هست اینطور که البته CNN گزارش میده، ما خودمون نمیتونیم اینو تایید بکنیم، ولی CNN گزارش میده که یک یادداشتی توی فاکس نیوز چرخیده و به خبرنگاران و مشخصا به ستاره هایی که روی آنتن هستن گفتن که تا وقتی که خود شبکه تصمیم نگرفته، با اتکا صرفا به این که همون مجموعه فاکس نیوز داره میگه آقای بایدن به 270 رأی الکترال رسیده، صرفا با اتکا به اون آقای بایدن رو رئیس جمهور منتخب خطاب نکنین. حالا بازم باید در عمل دید، این هر رسانه‌ای برای خودش سیاستی داره در این مورد.
اشاره جالبی کردی با توجه به اینکه کل این قضیه شمارش ها را در واقع همونطور که از دیشب تا به حال هم بارها کیوان حسینی در گزارشاش تکرار کرده اتفاقی است که داره در رسانه ها میفته. رسانه ها هستن که تایید میکنن با توجه به شرایطی که میدونن از منطقه که آیا این منطقه رأیش رفته برای این کاندیدا یا نرفته. و همین موردی که اشاره کردی که اون بخشی از فاکس نیوز که داره مثلا این خبرها رو تایید میکنه مستقل هست و اونجا بوده که تایید کرده که آریزونا رفته برای آقای بایدن و همین توی بیانیه کمپین آقای ترامپ اومد و انتقاد کرد. ما میدونیم که سخنرانی ها هم زیاد بوده ظرف دو سه روز گذشته. امشب هم آقای بایدن قرار سخنرانی کنه، دیروز و پریروز هم سخنرانی کرد، خیلی کوتاه، دیروز در حد دو سه جمله سخنرانی کرد آقای بایدن، ولی یک جمله کلیدی تکرار میشد در حرفاش: آرام بمانید، بذارید رای ها رو بشمارید. چرا او اصرار داره که این لحن رو ادامه بده؟ در صحبت‌های بچه‌ها هم بود، به نظر میاد که کمپین او بیش از هر کس دیگه‌ای در این کشور داره تلاش میکنه که وضعیت آرام بمانه. به دو دلیل. دلیل اول این هست که می‌بینیم ادامه شمارش آرا به نفع آقای بایدن بوده. هرچند دیروز که آقای ترامپ توییت کرد شمارش آرا رو متوقف کنید، اگر شمارش آرا همون موقع متوقف می‌شد، آقای بایدن همون دیروز رئیس جمهور بود، چرا که در آریزونا و نوادا جلو بود. آریزونا 11 رای الکترال، نوادا 6 رای الکترال، در مجموع 17 رای الکترال داشت که بر کنار اون 253 رای الکترالی که قبلا کسب کرده بود به حد نصاب 270 میرسید. بنابراین شمارش آرا به نفعش بود. الان پنسیلوانیا رو میبینیم، پنسیلوانیا یک ایالتی هست 20 رای الکترال داره، با آقای بایدن برسه با توجه به اینکه الان جلوتر افتاده، رئیس جمهور هست. ولی موضوع دیگر بحث ایجاد آرامش در جامعه است. آمریکا به شدت دو قطبی الان. طرفداران آقای ترامپ، طرفداران آقای بایدن. الان یک طرف نگران مدیریت بحران کرونا در آمریکاست و میگن که وضع به صورتی پیش رفته که الان آمریکا در صدر فهرست کشورهای آلوده به ویروس کرونا است، در صدر فهرست کشورهایی است که قربانی داده به این ویروس. از سوی دیگر گروهی دیگر هستن میگن نه، آقای بایدن بیاد سر کار میخواد اقتصاد رو تعطیل کنه، مدارس رو تعطیل کنه، مملکت رو تعطیل کنه، بدبخت میشیم میریم و این بدتر از خود کرونا خواهد بود. از یک طرف دیگر همین گروه هستن که میگن با آمدن بایدن به آمریکا مملکت میفته دست چپگرایان افراطی، میفته دست کمونیستا، میفته دست سوسیالیستا و آقای بایدن رو به عنوان یک مترسکی دارن ترسیم میکنن که یک مردی 78 ساله موقر میاد سر کار، دو روز دیگه میفته میمیره و خانم کامالا هریس که معاونش هست که او رو الان در حقیقت لیبرال ترین و چپ ترین نماینده سنا دارن معرفی میکنن، میاد صاحب مملکت میشه و برنامه سوسیالیست‌ها در آمریکا به اجرا گذاشته میشه. اما در طرف مقابل هم نگران وضعیت کشور هستن، میگن نژادپرستی داره اوج میگیره، داره وضع کشور بدتر میشه. بنابراین این دو قطبی و این تنش رو در جامعه حس میکنید. آقای بایدن به چی نگاه میکنه؟ به این نگاه میکنه که اگر فردا رئیس جمهور بشه، اون چیزی که به دستش میرسه یه کشور متلاطم هست، نمیخواد که باید این کشور رو اداره بکنه و میخواد کشور رو آروم نگه داره. و این ما مردم همیشه به رهبرانشون نگاه میکنن، اون آرامشی که رهبران بتونن به جامعه در مواقع بحران تزریق کنن، اون خیلی میتونه کلیدی باشه و این آقای بایدن این رو برای خودش مهم میدونه. دیروز دیدیم که آقای بایدن و کاملا هریس یه جلسه گذاشته بودن در مورد وضعیت بحران کرونا در آمریکا. درست. تعداد بیماران در آمریکا، بیماران شناسایی شده در آمریکا از 108,000 نفر فراتر رفت، رکورد بود. و آقای بایدن می‌بینیم که دیروز یک برنامه رو گذاشته که انگار رئیس جمهور هست. خیلی جالب اشاره کردی، برای اینکه امروز نانسی پلوسی هم که صحبت می‌کرد بیشتر روی همین قضیه تلاش‌های دموکرات‌ها در کنگره برای رسیدگی به وضعیت کرونا حرف می‌زد. اما از طرف دیگه بحثی که الان به هر حال نمیشه ازش گذشت مسئله خود کنگره هست و اینکه آقای بایدن اگر به قدرت برسه باز هم با یک سنایی مواجه هست که دست جمهوری‌خواه هست. سام چطور می‌بینی این موضوع رو؟ ببینید الان برای جمهوری خواه شاید بیشتر از ریاست جمهوری که کم و بیش میشه گفت که دیگه بهش هیچ اعتمادی ندارن که اونو به دست بگیرن، سنا هست. برای اینکه توی مجلس سنا الان خیلی احتیاج دارن به اون دو سناتوری که از ایالت جورجیا قرار انتخاب بشن و اگر بتونن که اون دو رو هر دو رو
نگه دارن در دست جمهوری خواهان براشون شرایطی پیش میاد که بتونن به حالت 50-50 برسن. شرایط شکننده 50-50 کمک میکنه که اینها بتونن در گردونه قدرت بمونن و بتونن که حرفشون رو در نهایت به گونه ای حالا با مذاکره یه ذره یه قدم من عقب میرم یه قدم شما عقب برو بالاخره بتونن به یک جایی برسونن. به نظر میرسه اگر این همینطور به همین سیستم پیش بره و انتخابات جورجیا هر دو انتخابات سناشون میفته برای دو ماه دیگه اگر اشتباه نکنم و اون موقع جمهوری خواهان میخوان انرژی خودشون رو برای اون بذارن، برای اینکه فعلا آقای ترامپ و کارزار انتخاباتیش در مورد تخلفات وقتی که صحبت میکنن به نظر خود جمهوری خواهان نمیرسه که مورد مشخصی داشته باشن که بتونه تغییر اساسی و معناداری در این روند رو به افزایش آرای آقای بایدن بده. بنابراین اگر بخوان انرژی روی چیزی بگذارن انرژی رو روی اون طرف میذارن و مطمئنا این چیزی نیست که آقای ترامپ دوست داشته باشه. آقای ترامپ الان 5 سالی که داره تلاش میکنه با ایجاد کردن اردوی ما و اردوی شما در سیاست موفق بشه و این رو بارها و بارها دیدیم که این کار رو داره انجام میده. همینطور در سال 2016 تونست از بقیه جمهوری خواهان تونست سبقت بگیره توی انتخابات مقدماتی و بعد به ریاست جمهوری رسید و حالا اومده به کاخ ریاست جمهوری و برای دور دوم داره تلاش میکنه. در ادامه صحبت‌های سام به یه نکته میخوام اشاره کنم. دموکرات‌ها صدها میلیون دلار هزینه کردند که در چند رقابت کلیدی مجلس سنا بتونن کرسی‌های جمهوری‌خواهان رو تبدیل به کرسی‌های خودشون کنن. موفق نبودن. الان شاهد این هستیم غیر از کلرادو و اینکه امروز اعلام شد آریزونا هم قطعی شده که مارک کلی فضانورد سابق تونسته رقیب جمهوری‌خواهش رو شکست بده. اینها حداقل 2 یا 3 کرسی نیاز داشتن که اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه 3 کرسی نیاز دارن، اگر آقای بایدن رئیس جمهور نشه 4 کرسی نیاز دارن که بتونن اکثریت جمهوری خواها رو به هم بریزن. البته سام اشاره کرد انتخابات در جورجیا حساس هست، دوباره باید برگزار بشه، ولی مطمئن باشید که آتش توپخانه جمهوری خواهان به همون اندازه‌ای در این انتخابات جورجیا قوی خواهد بود که مال دموکرات‌هاست. دموکرات‌ها صدها میلیون دلار خرج کردن در سنا، اون چیزی که میخواستن رو به دست نیاوردن، هنوز توقعشون بیشتر از این بود. مجلس نمایندگان هم با اینکه هنوز اکثریت رو حفظ کردن تا به اینجا حدود 210 کرسی رو دارن و جمهوری خواهان 190 کرسی، ولی چند کرسی رو کرسی رو از دست دادن، یعنی در مجلس نمایندگان. این میتونه زنگ خطر باشه براشون اگر در یکی دو سال اول آقای بایدن دموکرات ها بخوان ترک تازی بکنند. ممکن هست در رقابت‌های کلیدی انتخابات میان دوره‌ای اون وقت مجلس نمایندگان رو از دست بدن. وقت زیادی نداریم، من می‌خوام 2 دقیقه به هادی و 2 دقیقه به بهمن بدم. بهمن از تو شروع می‌کنیم، جمع‌بندی تو بگو. از من شروع کردیم. آره از تو شروع کردیم، بگو. این شرایط اینجا شرایط صبر و انتظاره که آقای بایدن اعلام پیروزی بکنه، ولی همونطور که همکاران گفتن بعد از اینکه این ماجرا پایان پیدا بکنه ما اول یک شکاف خواهیم دید بین خود جمهوری خواهان و آقای ترامپ. میدونیم که در 24 ساعت گذشته پسرای آقای ترامپ شدیداً به جمهوری خواهان حمله کردن که چرا همراهی نکردید با این اتهام تقلب و غیره، ولی از اون مرحله که عبور کنیم دعوای اصلی رویاروی اصلی همون برمیگرده به جورجیا، همین ایالتی که حالا به شگفتی آفریده و دموکرات‌ها درش با اختلاف کمی به نظر میاد که ممکن است پیروز بشوند. اونجا صحنه میلیون ها دلار سرمایه گذاری انتخاباتی میشه، چون این دموکرات ها هستن که باید این دوتا کرسی رو ببرن چه برسن 50، و شرایط برای بینندگان ما اگر که 50-50 باشه در کرسی مجلس سنا، معاون رئیس جمهور هست که تعیین میکنه اکثریت دست کیز، اوست که رأی رو 51 رو میده و معاون رئیس جمهور اگر آقای بایدن ببره خانم کامالا هریس. درنچه برای دموکرات ها، برای اینکه این وضعیتی که جمهوری خواهان بتونن در مجلس سنا راهشون رو سد بکنن رو پایان بدن، بردن اون دو کرسی حیاتی است و در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود که این دعوا که اینجا پایان پیدا کنه همه نگاه ها متوجه جورجیا خواهد شد که دقیقاً 60 روز از حالا
انتخابات به اصطلاح دور دوم درش برگزار میشه برای دو کرسی مجلس سنا در اون ایالت. من فقط تصحیح بکنم که بالا سرتو زدن نیویورک، تو در نیویورک نیستی، در ویلمینگتون هستی، جایی که مقر جو بایدن هست و خیلی فاصله زیاد نداره، به نظر زمانی همون در همون زمان قرار داره، اما محلی که بهمن ازش گزارش میده مقر بایدن هست. هادی وقت زیادی نداریم، دو دقیقه آخرم میدیم به تو برای اینکه خیلی ساکت بودی در این برنامه. من همیشه ساکتم. این انتخابات هر نتیجه ای ازش رقم بخوره، چه دونالد ترامپ در نهایت اینطور که نتایج الان داره نشون میده در وضعیت ضعیفتری هست، اگر دونالد ترامپ ببازه و از کاخ سفید بخواد بره، شرایط برای حزب جمهوری خواه یک دوراهیه. در واقع حزب جمهوری خواه باید تصمیم بگیره که آیا میخواد حزب دونالد ترامپ بمونه، چون تو این دو سه سال اخیر به خصوص هرچه بیشتر این حزب حزب دونالد ترامپ شده، استخون خور کرده های حزب جمهوری خواه یا به حاشیه رفتن، یا مثلا مثل آقای مکین درگذشتن و حذف شدند، یا الان صداشون صدای ضعیفیه با وجودی که هنوز وجود داره صدای جمهوری خواهان غیر ترامپی. یه چیزی رو بگیم اینجا، چون من به نظرم این خیلی جالب بود از دیروز که میشنیدم، اینکه آریزونا رأیش به نفع آقای بایدن در اومد به خاطر توهین‌هایی که در طول این سال‌ها آقای ترامپ به سناتور مکین کرده بود. اینو تو هم شنیدی؟ یک تحلیل اینه. البته آریزونا به طور کلی در مسیر آبی شدن هم بوده، یعنی جمعیتش به مرور لیبرال‌تر شده، ولی خیلی‌ها این در واقع این تحسین رو برای همسر آقای مکین قائلن، در واقع اون کسانی که خوشحالن از اینکه آقای بایدن در آریزونا جلو افتاده، این رو به اعتبار تلاش‌های همسر آقای مکین میدونن که رفت همراه آقای بایدن کارزار کرد و به نفعش تبلیغ کرد. آریزونا یکی از نقاط ما الان داریم میبینیم که در ایالت‌هایی که نامزدهای جمهوری‌خواه برای سنا و مجلس نمایندگان رأی آوردند، آقای ترامپ رأی پایینی داره و داره میبازه به آقای بایدن. یعنی کسی رفته، یک جمهوری‌خواه رفته به سر تا پای فهرست جمهوری‌خواهان رأی داده، فقط دونالد ترامپ رو برداشته و جو بایدن رو رأی داده. این نشون میده که حزب جمهوری‌خواه با یک چالش مواجهه. نتیجه این انتخابات هر چه باشه، این حزب شاید لازم باشه دوباره خودش رو تعریف بکنه تا بتونه رأی بالایی دوباره جلب بکنه. البته برعکسش هم میشه تحلیل کرد، اینکه حزب دموکرات باید یه فکری به حال خودش بکنه که فقط آقای بایدن رو شاید به خاطر اینکه مقابل آقای ترامپ قرار داره مردم دارن انتخاب میکنند و برای بقیه برنامه ها کماکان حزب جمهوری خواه آب از جفتن. من ممنونم از هر چهار نفر شما، وقت زیادی نداریم و من اینجا میخوام از بینندگان تشکر کنم، خداحافظی کنم، ولی بگم که برنامه های ما رو رها نکنید. ما در بی بی سی فارسی کماکان با شما هستیم برای جزئیات بیشتر از لحظه به لحظه این انتخابات نفسگیر. شب و روز خوش.